سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ قسمت بعدی دورمون و درسمون. میخوایم راجع به الگوریتم بعدی صحبت کنیم که بهش میگن SVM یا Support Vector Regression. میخوایم صحبت بکنیم. اول بریم یه کوچولو راجع بهش صحبت کنیم اصلا چی هست و بعدش بیایم حالا کدش رو شروع کنیم بزنیم. ساپورت وکتور بچه ها یکی از الگوریتم های خیلی معروف تو حوزه کلاسیفیکیشنه که ما چند فصل جلوتر راجع به صحبت میکنیم، اما یه کاربردی هم تو حوزه رگرشن هم داره و چیزی که ما میخوایم این دو سه جلسه راجع به صحبت بکنیم، ولی خب حوزه اصلیش بحث کلاسیفیکیشنه. اگه خاطرتون باشه ما تو همه مسائل رگرشن، مخصوصا سیمپل لاین رگرشن که صحبت میکردیم، میگفتیم هدفمون چیه؟ هدفمون رو که بتونیم یه خطی داشته باشیم که فاصله داده های واقعی از اون خط مجموعش مینیموم بشه. چیزی که دارید اینجا فرمولش رو میبینید. هدف نهاییمون این بود که با وسیله ما میتونستیم ضرایب این خط رو تعیین بکنیم. این برای سیمپل لاین رگرشن بود. حالا یه سوالی پیش میاد، اونم اینجا اینه که اینجا گفته یه نکته اشاره کرده. میگه اگر ما هدفمون باشه که میزان خطا رو تا یه درصدی کاهش بدیم، مثلا بگیم اگر خطا مثلا تا 5% خطا اشکال نداره، دنبال مینیموم کردنش نیستیم، ما میخوام بگیم که اگر تو یه بازه ای افتاد اشکال نداره، اوکیه، مشکلی نداره، اون وقت که SVR میاد کمک ما میکنه. SVR شما میتونید داخلش مشخص بکنید که مثلا تا این درصد خطا ایراد نداره، مثلا 5% 10% خطا ایراد نداره. الان عکسش رو نشونتون میدم که دقیقا متوجه منظور من بشید. خب عکسش رو نشونتون بدم. آها، اینجا نگاه کنید، فرض کنید این در حقیقت خط اصلی ما باشه. خب این خط اصلی ما فرض کنید باشه. میگم که من یه درصد خطایی مشخص میکنم مثلا به اندازه اپسیلون. خب اگر داده ها تو این اصطلاحاً تیوب، این فرض کنید یه لوله است، اگه تو این لوله افتادن اوکی، مشکل نداره، یعنی این نقاط آبی الان هیچ کدوم مشکلی ندارن، اما اگه نقطه خارج از این تیوب افتاد اون مشکله. یعنی ما یه بازه مشخص میکنیم، یه درصدی مشخص میکنیم، میگیم باید تو این بازه بیفته. این میشه کار SVR. به عنوان مثال اینجا نگاه کنید بچه ها، این یه داده یه مربوط میشه فکر کنم به قیمت خونه توی بوستون. خب این خط مدل ماست، این قرمزه، این مشکی هم بچه اون دقیقا ظرف خطایی که مشخص کردیم، اون مارجین یا اون اپسیلونیه که مشخص کردیم که اینجا مثلا میگه 5000 دلاره. دقت بکنید یه تعدادی از نقاط افتاده توی مارجینمون، اما یه سری نقاط هم هستن که خارج این مارجینمون قرار دارن، خارج از این درصد خطایی که مشخص کردیم قرار گرفتن. خب حالا در ادامه داره یه سری محاسبات ریاضی رو میگه، من نمیخوام خیلی وارد شم. اومده گفته که خب حالا ما یه سری نقاط هم داریم که افتاده خارج اون تیوبه، دنبال اون هستیم که فاصله شون رو از تیوب مینیمم بکنیم یا حداقل بکنیم، یعنی این نقاط تا جایی که میشه از این تیوب خیلی فاصله نداشته باشن. یه سری فرمولا نوشته، نمیخوام خیلی وارد این فرمولا بشم چون اصلا موضوع بحثمون نیستش و قراره که ازش استفاده بکنیم. ببینم این نکته چیزی داره که مهمه بگم یا بذاریم برای بعدا صحبت کنیم. نکته اصلی SVR بچه ها بس اینه که شما میتونید یک تلورانس مشخص بکنید داخلش. این نکته اصلیشه، چیزی که ما تو الگوریتم قبلی نداشتیم. خب بریم کارمون شروع بکنیم و دیتا سیتی هم که بچه ها قرار استفاده کنیم همون دیتا سیت دقیقا الگوریتم قبلیه. حالا من لینکش رو بهتون میدم. خب از یکی از این دو تا لینک میتونید دیتا ست این الگوریتم که مشابه الگوریتم قبلی رو استفاده دانلود بکنید. اینم لینک گیت هاب که میتونید هم خود کد و هم در حقیقت دیتا رو دست داشته. یه نکته هم بگم، من ما تو این چند تا جلسه که تا الان رفتیم دیتا ستی که استفاده کردیم خیلی دیتا ست ها در حقیقت کوچیک و خیلی پیچیده ای نبوده.
دلیلش اینه که میخوام یه ذره نگرانی بابت دیتا ست نداشته باشیم، ولی جلوتر که بریم دیتا ست خیلی بزرگتر و پیچیده‌تر استفاده خواهیم کرد. فقط میخوام شروع دوره خیلی سنگین نشه، برای همین خیلی سختش نگرفتم. خب بریم سراغ ادامه کار. کتابخونه که لازم داریم رو ایمپورت بکنیم. چیش دونشتم؟ مد پلات لیب داد پای پلات، مد پلات لیب پای پلات. خب دیتا ستون رو بیاریم. چون تنبل هستم من اینو کپی پیست میکنم. دیتا ست رو قبلا دیدیم، حالا باز یه بار دیگه ضرر نداره دیدنش. اینه دیتا ستمون. بریم ایکس و ایگرگ رو تشکیل بدیم. همه ردیف ها ستون اول تا ما قبل آخر. همین ردیف ها ستون آخر. خب تو استپ بعدی کارمون من میخوام این دیتا رو ببرمش تو فیچر اسکیلینگ، همین ایکس هم و هم وای هم، یعنی میخوام اینا رو دقیقا تو یه اسکیل داشته باشمشون. خب یه کوچولو هم فیچر اسکیلینگ انجام بدیم. یادتون باشه فیچر اسکیلینگ رو با چه انجام میدادیم؟ با استاندارد اسکالر. استاندارد اسکالر، بذار اول ایکس و وای ببینیم، من یه چیزی نشونتون بدم. این ایکس مونه نمیگیره گمونه. دقت بکنید ایکس مون با ایگرگ مون یه تفاوتی دارن. این دو بعدی ایکس مون یه آرای دو بعدیه، این دید آرایه تک بعدیه، یه ردیف بیشتر نیست. این ولی یه ردیف نیست، نکنید یه ویرگولایی داره میبینید. خب این دو بعدیه، چیکار باید بکنیم؟ باید اینو دقیقا مثل این دو بعدیش بکنیم، یعنی بکنیمش یه ستون چند تا ردیف. این الان یه دونه ردیفه فقط، پس اینو باید ریشیپش بکنم اصطلاحا. خب چرا باید این کارو بکنیم؟ بذار تو الگوریتم استاند اسکالر بریم، یه جایی یه اشاره کرده بهش. خب ببینم کجاش اشاره کرده بود اینو. اینجا هم نگاه کنید دیتا هم اینجا دقیقا تک بودی نیستش. یادم یه جایی بهش اشاره کرده بود، ولی الان پیداش نمی کنم. حالا مهم نیستش، کار نداره. ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید اینو تبدیلش بکنیم به همون دو بعدیه، یعنی باید یک ستونش بکنیم. خب چه جوری من اینو تبدیلش کنم به یه همچین چیزی؟ با دستور ریشیپ. میگم ایگرگ جدید برابر است با ایگرگ قدیم، ریشیپش بکن. تعداد ردیفاش میشه تعداد طول دقیقا اون ایگرگ، و ستون اون میشه یک. حالا بریم ایگرگ رو ببینیم، دقیقا همون جوری شد، این دقیقا مشابه x شد الان. خب حالا میتونیم روش استاندارد اسکالر بزنیم. میام اینجا ایمپورت میکنم از فرام، داشت فرام سایکت لند دات پیلی پراسسینگ ایمپورت بکن استاندارد اسکالر رو.
دو تا اینستنس ازش درست میکنم، یه دونه برای x جدا درست میکنم. خب نمیخوام از دقیقا یه اینستنس برای دوتاش استفاده کنم، یه دونه برای y درست میکنم. پس دو تا جدا درست بکنید بچه. خب حالا میگم x جدید برابر است با scx.fit transform، بعد اینجا هم x رو میدم بهش. اینه همین رو برای y هم انجام میدیم. خب حالا بریم x y جدید رو ببینیم. این x جدیدمونه، این هم y جدیدمونه. این 2 = 64 میشه همون چی؟ این عدد پایینی هم این هیدو من بردارم میشه این 100,000، اشتباه نکنم، نه 1,000,000 ببخشید، این 1,000,000 میشه 2 = 64. این دهه چند شده؟ دهه شده 1,56. خب بسیار اسکالر روش اعمال کردیم. خب بریم بیام ادامهش رو جلسه بعدی انجام بدیم و خود اسفیار رو جلسه بعدی پیاده سازی کنیم. فعلا خداست.